با درود بر هموطنان گرامی، انجمن پادشاهی ایران هوشنگ، ز جایی که یک روز بگذشت آب، یا ز جویی که یک روز بگذشت آب، نسازد خردمند از آن جای خواب. ز جویی که یک روز بگذشت آب، نسازد خردمند از آن جای خواب. هموطنان گرامی، در برنامه گذشته در ارتباط علل مادی، تاریخی و اجتماعی به وجود آمدن سیستم های حکومتی رو در جهان مورد بررسی قرار دادیم، از دموکراسی، جمهوری، خلافت، سلطنت و شاهنشاهی و پادشاهی، البته که شاهنشاهی در واقع گام بعدی پادشاهی هست. دو شیوه حکومتی آخر، سلطنت و پادشاهی، در منطقه خاورمیانه به جهت ریشه تاریخی و مشکلات تاریخی این منطقه درستی که با هم اشتباه میشه و مردم تفاوت این دو بخش رو متوجه نیستند. سلطنت در خاورمیانه ریشه تاریخی داره و پادشاهی و شاهنشاهی ریشه اجتماعی تفاوت دارند با هم، زیرا که به جهت گوناگون بودن اقوامی که در منطقه خاورمیانه هستند، به جهت موقعیت ژئوپلیتیک در واقع منطقه خاورمیانه، به جهت شرایط اقلیمی و منطقه‌ای در واقع خاورمیانه، این سرزمین از دیرباز مورد هجوم و تاختاز اقوام مختلف قرار گرفته و هرگاه که قومی به منطقه‌ای در واقع هجوم میاره و مسلط میشه بر منطقه، به گونه سلطه خودش رو بر اون منطقه حاکم میکنه و برقرار میکنه. در بین این اقوام، در واقع عقب مانده ترین و عقب افتاده ترین به لحاظ تاریخی و اجتماعی، تازی بود که به منطقه ایران و دیگر منطقه خاورمیانه هجوم برد و تسلط خودش رو در واقع بر منطقه برقرار کرد و از اونجا که سیستم اجتماعی این قوم و سیستم فرهنگی این قوم بسیار عقب مانده بود، راستی که در طی تاریخ این سیستم از بین رفت و جایگزین شد با سیستم سلطنت، در واقع خلافت تازی از بین رفت، زیرا که رسالت تاریخی نداره و امکان موجودیت نداره، از بین رفت و جاش رو به سلطنت داد. هرگاه که قومی وارد منطقه شد، به گونه سلطه خودش رو در اون منطقه برقرار کرد و از اونجا که سیستم بومی در ایران پادشاهی و شاهنشاهی بود، این سلطه لباس پادشاهی پوشید، در صورتی که پادشاهی نیست.
و به جهت ادامه در واقع و فرماسیون شکل پادشاهی رو به خودش گرفت، در صورتی که به لحاظ محتوا کاملا متفاوت است. در واقع مقایسه پادشاهی و سلطنت مانند مقایسه مثلا پلنگ صورتی و یک پلنگ واقعی در جنگل یا در اصطلاح گوسار است. از اونجا که سلطه و سلطنت، راستی که سلطنت ریشه ملی و اجتماعی و فرهنگی نداره، فقط وجوب اقوامی به منطقه و کشتار مردم اون منطقه و تسلط بر اون منطقه است و در واقع کاری به تکامل نکه نداره هیچ، بلکه صد راه تکامل هم هست، زیرا که زمانی که انسان بر منطقه‌ای، بر مردمی، بر مقوله‌ای مسلط میشه، راستی که نمیخواد مقاومتی از اون مقوله، از اون منطقه، از اون مردم زر بزنه، میخواد که مقاومتی نباشه و مسلط کامل باشه بر منطقه. برمیگردیم به مقایسه شاهنشاهی و سلطنت. سلطنت ریشه ملی به راستی نداره و بیانگر هجوم و تسلط بیگانه بر منطقه است و در ارتباط سلطنت همیشه مقاومت ملی موجود بوده و مردم حاضر به پذیرش برداشتن گام به عقب یا خلاف در واقع بردار تکامل نیستن و هم میخوان که جهت تکامل رو ادامه بدن و مقاومت میکنن در مقابل سلطه بیگانه. سلطه بیگانه به راستی که میخواد متوقف کنه تمام به اصطلاح حرکات تکاملی رو، برای اینکه میخواد در واقع این قربانی رو که به چنگ آورده کاملا از کار بندازه و کاملا در تسلط خودش قرار بگیره تا مورد استفاده قرار بده. و علت این که در این منطقه پیشرفتی به راستی حادث نشد در گذرگاه تکامل، از زمانی که منطقه خاورمیانه دچار هجوم قومی شد و هر قومی مسلح شد بر قوم دیگه و تاراج کرد، کشتار کرد و از تکامل جلوگیری کرد، به راستی که نتونست منطقه خاورمیانه در ارتباط تکامل تاریخی قرار بگیره و در مقایسه تکامل به راستی در پایین جدول قرار گرفت. یک مقایسه مردم اروپا و مردم خاورمیانه کاملا مشخص میکنه که اشکال اساسی کجا هست؟ براستی که سلطنت و سلطه بیگانه بر مردم منطقه مشکل اساسی مردم خاورمیانه هست و مخصوصا ملت ایران. سلطنت در ایران هرگز با تایید ملت ایران روبرو نشد. در گذرگاه تاریخ همیشه سلاطین با مقاومت مردم روبرو شدن، حتی زمانی که این حتی سلسله بزرگی که اینا به وجود آوردن، این اقوام بیگانه مثل صفویه، مثل
افشاریه، قاجاریه،